فصل 19 از کتاب English Vocabulary in Use از انتشارات کمبریج. Shops and Shopping، فروشگاه ها و خرید کردن. A. Kinds of Shops، انواع فروشگاه ها. Butcher، قصابی. اینا گوشت. اینا که ستاره داره هم به اسم مغازه گفته میشه و هم به اسم اون شغل، یعنی یه نفری که بوچره در یک بوچر کار میکنه، یه قصاب در قصابی کار میکنه. پست آفیس، اداره یه پست. سوپرمارکت، سوپرمارکت معمولا جاییست که شما میتونید خودتون برید وسایلی که میخواید رو بردارید و بیشتر هم وسایل غذایی و مایحتاج آشپزخونه و زندگیتون اونجا میتونید تهیه کنید و خورد و خوراک و لوازم شوینده و اینجور چیزا رو از اونجا بخرید. بوکشاپ، کتاب فروشی. بیکر، نانوایی یا نانوا. دپارتمنت استور، فروشگاه های چند طبقه که جلوتر تعریفش رو خواهیم دید. کمست، داروخانه، که به اون شخصی که داروساز هم هست بهش میگن کمست. نیوز ایجنت، به این دکه های روزنامه فروشی یا مغازه هایی که مجله و روزنامه و کارت پستال و چیزهایی که چاپ میشن خلاصه میفروشن و بعضیشون مواد غذایی، سیگار و نوشیدنی هم میفروشن میگن نیوز ایجنت. به اون کسی هم که اونجا کار میکنه و اونو میفروشه به اون هم میگن نیوز ایجنت. گیفت شاپ، فروشگاه هدایا یا هدیه. این هایی که ستاره داشتن رو دوباره اینجا توضیحش داده. These words are also for people's jobs. این لغت ها همچنین برای کسانی که در اون شغل ها هستن هم به کار میره. We often add apostrophe S and say، ما معمولا یه apostrophe S به این اسم ها اضافه میکنیم. I'm going to the news agents. یه اپوستروف اسی که اینجا هست نه معنی جمع میده، نه اسم مالکیت، نه شاتمام ایز یا هز. غالبا اضافه میکنیم که بگیم دارم میرم به یک در واقع دکه روزنامه فروشی to get a paper، یه روزنامه میخوام بخرم. Do you want anything from the butchers؟ یه در واقع تو چیزی لازم داری از قصابی؟ B. In the department store، در فروشگاه در واقع سازمانی یا فروشگاه های طبقاتی. A department store is a large shop which sells a lots of different things. Clothes, beauty products, toys, etc. میگه یک department store یک فروشگاه بزرگیه که میفروشد یه عالمه چیزای مختلف مثل لباس ها، محصولات آرایشی، اسباب بازی و غیره. تقریبا به هر طبقه یه دپارتمان استور که برید یه همچین تابلوهایی رو میبینید. بستگی داره که چه چیزهایی بفروشن و چند طبقه باشه. بیسمنت، زیر زمین. اینجا میبینید رنگ آبی نوشته و دو تا در واقع مستطیل آبی هم اینجا گذاشته شامله، یعنی داره میگه تو زیر زمین ما فود و الکتریکالز لوازم برقی میفروشیم. این دوتا در واقع موضوع
توی بیسمنت ground floor. طبقه همکف بیوتی آرایشی first floor women's و لباس های زنانه پوشاک زنانه second floor men's و children's department در واقع پوشاک مردانه و بخش یا قسمت یا گروه کودکان third floor طبقه سوم furniture مبلمان fourth floor طبقه چهارم toys اسباب بازی ها restaurant نم که میشه همون restaurant C. Signs in shop. علامت ها در فروشگاه ها. Open. باز. Closed. Not closed. Close یعنی بستن. Closed یک adjective شده یعنی بسته. Cash desk. میز پرداخت. Please pay here. لطفا اینجا بپردازید. جایی که بخواید پولتون رو بدید. پوش هل بدید در به سمت که شما حرکت میکنید باز میشه پول بکشید در عکس سمتی که شما حرکت میکنید باز میشه The Expressions اصطلاحات دو نفر اینجا دارن با هم صحبت میکنن یکشون شاپ اسیستنت و یکشون هم کاستومر شاپ اسیستنت به کسی که توی فروشگاه توی یک شاپ چیزی میفروشه و فروشنده فروشگاه هست میگن شاپ اسیستنت طبیعتاً کاستومر هم میشه مشتری این دیالوگ رو با هم دیگه میخونید نکاتش رو یادداشت کنید که در هر فروشگاهی که خارج از کشور رفتید به کارتون میاد شاپ اسیستنت میپرسه Can I help you? میتونم کمکتون کنم. کاستومر گفته Can I try this shirt on? میتونم این پیراهن رو تست کنم در واقع پروف کنم این try ما توی لوکال فود هم دیدیم تست کردن منظور در واقع سعی کردن نیست خود try چیه goes and tries it on می رود و امتحان می کند آن را بعد از اینکه رفت و امتحان کرد اومده داره این سوال رو می پرسه ممکنه برای شما پیش بیاد یه همچین سوالی بپرسید Have you got a دارید شما یه bigger بزرگتر ممکنه پوشیده باشین براتون تنگ بشه بگید اینو bigger می خواهم بزرگتر می خواهم Have you got a bigger یا ممکنه براتون گشاد باشه یا or بگید Have you got a smaller size؟ یه سایز کوچکتر دارید؟ یا میخواید که رنگ دیگه بگیرید؟ بگید Have you got a different color؟ رنگ دیگه هم دارید؟ شاپ اسیستنت در این موضوع جواب داده No, I'm sorry. نه، معذرت میخوام ببخشید. That's the only one. این هم یه دونه است فقط هم یکی کاستومر گفته اوکی I'll take it اونو خواهم گرفت اونو برمیدارم How much does it cost هزینش چنده چقدر میشه هزینش شاپ اسیستنت گفته 22 پاوند 22 پاوند کاستومر گفته Can I pay by check میتونم با چک پرداخت کنم چک رو که خوب میدونید برگه بهاداریه که ملزم میکنه صادر کننده چک رو به پرداخت اون شاپ اسیستنت گفته که نو نه کریدیت کارت یا کارت اعتباری دبیت کارت یا همین کارت های معمولی بانکی اور کش یا پول نقد پلیز لطفاً کاستومر جواب داده که sorry ببخشید I only have a 50 pound note
نوت یعنی اسکناس، پول کاغذی. گفته ببخشید من فقط یه دونه 50 پوندی دارم. I don't have any change. من هیچ پول خوردی ندارم. Coins or smaller notes. Coins میشه سکه ها، اسکناس های کوچکتر. یعنی واحدشون پایین تر باشه ندارم. شاب اسیستن گفته که That's okay. اشکال نداره. خوبه. He has your receipt. این هم رسید شما. Would you like a carrier or bag؟ میگه که شما یه دونه کیسه یا وسیله برای حمل اون میخواید، در واقع ساکی چیزی لازم دارید؟ این درس هم باز یه صفحه تمرین داره، تمرین ها رو حل کنید، در کامنت بگذارید چیزی که حل کردید و تا با هم دیگه بررسیشون کنید. Exercises, تمرین ها. 19.1 Match the item with the shop. اینجا یک سری شاپ رو نوشته. Toy shop, butcher, chemist, baker, gift shop, news agent. اینا رو من بالا براتون توضیح دادم چی هستن. آسپرین، طبیعتاً آسپرین رو باید داروخونه یا کمیست بگیرید. تو بیچ بول، توپ ساحلی. فری ساسجز، سوسیس. فور گریتینگ کارت، کارت تبریک. سوونیه تیشرت، سوونیه میشه سوغاتی، تیشرت سوغاتی. اگه یه تیشرت به عنوان سوغاتی بخواید بخرید از کجا باید بخرید؟ 6 bread نان. 19.2 Where do you need to go؟ کجا احتیاج دارید که برید؟ اگه هر کدوم از این 6 تا جمله رو چیزی لازم داشتید کجا باید برید؟ 1 I want to get a newspaper. من میخوام که یک روزنامه بگیرم. طبیعتاً باید برید به The News Agent. باید برید به یه روزنامه فروشی. دکه های روزنامه فروشی. 2. I would like to buy food for a week. میخوام غذا برای یک هفته بگیرم. منظورش مواد غذایی برای یک هفته رو میخوام تهیه کنم. براتون توضیح دادم از کجا. 3. I need some stamps. من مقداری تمبر لازم دارم. 4. We must get Michael a present. این present معنیش حالا حاضر نیست بلکه هدیه است. میگه ما باید یک هدیه برای مایکل بگیریم. 5. I would like to buy a book. من میخوام که یک کتاب بخرم. I want to buy some clothes for myself and my children in one shop. یه میخوام لباس هایی برای خودم و برای بچه هام بخرم تو یه فروشگاه. 19.3 Look at the department store plan in B opposite. این B opposite به خاطر اینکه برای یک کتاب نوشته شده اینجور نوشته. باید برگردید عقب اون تابلوی طبقاتو که توضیح دادم رو اونجا رو ببینید اگه لازم داشتید. یادداشت کنید و برگردید توی این تمرین. Which floor will you go to buy؟ میگه که کدام طبقه خواهید رفت برای خرید. 1. An armchair. یک صندلی دسته دار. اونجا نگاه میکنید. طبقه سوم یا third floor مال furniture یا لوازم منزل و مبلمان بود. پس باید برید طبقه سوم. 2. Lipstick. رژ لب. که یک لوازم آرایشیه. 3. A cup of tea. یک فنجون چایی. که معمولا در رستوران باید بخورید. 4. A pack of tea. یک پاکت چایی. یک بسته چایی.
اونو باید از قسمت فود اونجا تهیه کنید. 5. اسکرت، یه دامن. 6. سام بیبی کلوتس، مقداری لباس نوزاد. 7. اتای، یک کراوات. 8. اتیوی، یه تلویزیون. 9. ابد، یه تخت. 10. ادو، یه عروسک. 19.4. Write the words for this definition. حالا اینجا قضیه برعکس شده. یک دیفینیشن یا تعریفی رو برای شما نوشته. حالا باید اسم اون تعریف رو شما جلوش بنویسید. 1. A person who sells things in a shop. کسی که می فروشد چیزهایی رو در یک فروشگاه. میشه shop assistant. بعدیش رو خودتون بگید. 2. Money. Not a check or credit or debit card. پولی که نه چک و نه کردیت کارت یا دبیت کارت، یعنی در واقع پول نقد. چی میشه اسمش؟ A piece of paper that is worth 20 pound. یه تیکه کاغذی که 20 پوند ارزش داره. 4. Plastic money. پول پلاستیکی که به اون کارتای بانکی میگن، اسمش رو اینجا بنویسید. Coins or small notes، سکه ها و پولای اسکناس کوچک، باید اندازه‌گیری کوچکی داشته باشن. چی میشه؟ Now write definition in English for these words or phrases. حالا بنویسید تعریف هایی رو در به زبان انگلیسی برای این لغت ها یا عبارت ها. باچس، قصابی. 7. The first floor، طبقه اول. در به انگلیسی باید توضیحش رو بنویسید. بهترین کاری که میتونید بکنید اینه که از دیکشنری استفاده کنید. 8. A news agent. 9. The basement. 19.5. Which sign tells you؟ اینجا اون 5 تا ساینی که توی فروشگاه میبینید رو دوباره آورده. میگه که کدوم علامت به شما میگوید که 1. That you can give the money for the things you are buying here. شما میتونید بدهید پول چیزهایی رو که خریدید اینجا. میشه کش دسک، این قرمزه. 2. That you can't go into the shop. شما نمیتونید وارد فروشگاه بشید. 3. That the door will open towards you. در به طرف شما باز میشه، یعنی باید بکشیدش. 4. That your door will open away from you. در از شما دور میشه تا باز بشه، یعنی باید هولش بدید. 5. That you can go into the shop. میتونید وارد فروشگاه بشید. 19.6. Fill the gaps in the dialogue. تو این گفتگو سه تا کلمه ناقص نیستش، اونو شما باید پرش کنید. گفتگو بین کاستمر و شاپ اسیستنت. کاستمر گفته How much does this jacket؟ چه مقدار این جاکت یا این کاپشن؟ داره در واقع هزینه‌ش رو میپرسه که شاپ اسیستنت گفته 50 پوند، 50 پوند. کاستمر گفته که I'll take it please، اونو برمیدارم لطفا. Can I buy credit card؟ چه وربی اینجا لازم داره؟ میتونم چیکار کنم برای پرداختش؟ شاپ اسیستنت گفته certainly، دقیقا. I'll put your receipt in there. میگه من خواهم گذاشت رسید خریدتون رو در
اون ساکی که اون کیسه‌ای که به شما داده که جکتو خریدید. امیدوارم از این درس خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید اون رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.